در خدمت شما عزیزان هستیم. با سلام مجدد خدمت تک تک عزیزانی که امروز در جلسه حضور دارند و همینطور عزیزانی که در آینده ما رو در برنامه ضبط شده ما رو مشاهده خواهند کرد. امروز شنبه 24 آگوست 2024 مصادف با سوم شهریور ماه 1403 از کمیته کودک و نوجوان در خدمت شما عزیزان هستیم. در ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی در خدمت همکار عزیزمون هستیم، جناب آقای امیر پالوانه، فعال حقوق بشر، با موضوع کانون اصلاح و تربیت کودکان. خب همونطور که همه ما میدونیم، قانون اصلاح و تربیت کودکان محیطیه برای افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرمی میشن و تخلفی صورت میگیره برای اینکه حالا یا به سن قانونی برسن یا در این مکانها نگهداری میشن، که البته توضیحات بیشتر رو از زبان همکار عزیزمون میشنویم. در خدمت شما جناب آقای پالوان. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران و همراهان عزیز و دوستانی که بعداً این لایو به صورت آرشیو مشاهده میکنن. قبل از اینکه بخوام به موضوع خودم بپردازم، خب در شهریور ما هستیم. در ابتدا یادی میکنم از ستار بهشتی که یکم شهریور ما تولدش بود، ستار بهشتی که وبلاگ نویس بود و در 8 آبان ما در وبلاگش پرداخت به موضوعی در خصوص زندانیان سیاسی و موارد نقض حقوق بشر، و در 9 آبان ماه 1391 یعنی یک روز بعد از این انتشار، خب پلیس فتح اومد سراغش و بازداشتش کرد. و بعد از اون اتفاقاتی که دیگه همه دوستان میدونن، و خب به خاطر شرایط سخت زندان و شرایطی که داشت و زیر شکنجه، به خاطر مشکلات کبدی هم که داشت، 4 روز بعدش به هر حال در اثر خونریزی ریه و کبد ایشون فوت کردند. و تا الان هم مادر ایشون گوهر عشقی پرچمدار دادخواهی هستند و تا پایان ایستادند. و من اشاره میکنم به یکی از مطالب خوب ستار بهشتی که گفتش: من به عنوان یک ایرانی نمیتوانم در برابر این همه مصیبت سکوت کنم. من سکوت نمیکنم حتی اگر قرار به رسیدن لحظه مرگم باشه. این یکی از متن‌های مهم و مورد توجه فعالین حقوق بشر و دادخواهان هست که تو ایران خیلی بهش میپردازن. و همچنین خب شهریور ماه هست، سالگرد عزیزانمون هست، سالگرد مهسا امینی نزدیک و سالگرد خیزش زن زندگی آزادی، که تمام موارد حقوق بشر میتونیم بگیم از روز اول این خیزش نقض شد، چه از کشتن کودکان، چه از کشتن زنان، مردان در خیابان، شکنجه، حق حیات، حق آزادی، حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده و بعد از اون هم مسائل بلوچستان. و وارد ماهی داریم میشیم که اتفاقات زیادی رخ داده، و من همینجا از کلی مسئولین میخوام که حتما تدبیری بیاندیشن و بتونیم جلسات حالا ویژه‌ای، حتی خارج از اون عرف و برنامه‌ریزی، جلسات ویژه‌ای داشته باشیم، به این موضوعات بپردازیم، چون باید صدای تک تک این عزیزان باشیم، نه صدای کسانی که فقط معروف هستند و نامدار شدن، حتی کسانی که الان در سکوت خبری و در زندان ها هستن. خب حالا خارج از این موضوع میپردازیم به بحث قانون اصلاح و تربیت کودکان. خب من علت این که موضوع رو من انتخاب کردم، چون خودم سالها پیش یک بار به خاطر یک موضوعی که بحث حالا تحقیقاتی بود مراجعه کردیم به قانون اصلاح و تربیت خیابون شهر زیبا یا همون کن، و خب مسائلی رو دیدیم و دوست داشتم که حالا این موضوع رو شیر بکنم بین همه دوستان و همکاران، که اصلا بدونن چه میگذره و اصلا بحث این قانون اصلاح و تربیت چیه، تاریخچش چیه، و در ادامه بپردازیم به مشکلاتی که برای یک کودک پیش میاد در اینجور کانون ها. ببینید، کانون اصلاح تربیت همونجور که شما فرمودید جاییه که یک نوجوان زیر 20 سال در صورتی که مرتکب جرم و یا خطایی بشه و یا بزهکاری بشه به این مراکز منتقل میشه، چون اعتقاد بر اینه که این کودک ها در بد و رشد زندگیشون هستن و در شکل گرفتن سنین بلوغ و یا سنین رشد هستن و اون ساختار
فکریشون روانیشون شکل میگیره، نباید در کنار زندانی هایی باشن که حالا خلاف های بزرگتری کردن. و خب بین 15 در داخل خود کانون اصلاح تربیت جالب بدونه که خود اونجا هم مراتب سنی رو اومدن تقسیم بندی کردن، یعنی طبق حالا ماده 86 قانون زندان حالا مجازات، بین جوانان 15 تا 18 سال که مرتکب جرم های حالا تعدیدی یا کیفری یا هرچی که شدن، بین اونها اختلاف گذاشته، یعنی مجازات بین 3 تا 5 سال حبس داشته باشه، در کانون نگهداری میشه من، یعنی این مهمه که بین 3 تا 5 سال حبس داشته باشه. و یکم سن اینها مهمه که اگر مثلا شخصی در سن 17 ساله که مرتکب خطایی شده در یک رنج قرار میگیره و بعد از 18 سال دیگه وارد زندان میشه، اصلا بدونه که در نظر بگیرن که هنوز اون طفل تو سن 18 سالگی به رشد رسیده یا نه. ببینید خب بعضی از این کودکان، من دارم میگم 3 تا 5 سال حبس، مثلا در 15 سالگی یک خطایی رو کردن، براشون 5 سال حبس بریدن، تا 18 سالگی رو میرن اونجا، 18 به بعد یهو میرن وارد یه فضای بزرگتری میشن که قطعا براشون یک پادگان آموزشی یا یک دانشگاه آموزشی از مسائل کیفری و جنایی و اینا هستش. این یکی از نیرادهای ابتدایی که میشه به این موضوع وارد کرد. ببینید کانون اصلاح تربیت از سه بخش، یعنی به سه قسمت تقسیم میشه. یک، قسمت نگهداری موقت کودکانه. دو، قسمت اصلاح و تربیت کودکانه. و بعد میشه زندان، یعنی داخل خود کانون به این ترتیبه که هر کدوم از این قسمت ها بنابر اساس رعایت مسائل سنی تقسیم بندی میشه، یعنی سن، نوع جرم، نه بر اساس فقط سن، که این خودش دوباره ایراد دیگه، نوع جرم طبقه بندی میشه. و در خصوص دخترها هم همینجوری، پس ما سن، یعنی بر اساس این موادی که گفتم، موقت، اصلاح و تربیت، زندان، سه رده سنی هم داریم. یک، رده اول خانم دخترها هستن که کلا با همن، رده سنی ندارن. و بعد میشن پسرها. پسرها به دو گروه سنی تقسیم میشن، به گروه کمتر از 14 سال، 14 تا 18 سال. و به این ترتیب اینا رو تقسیم بندی میکنن. و حالا متهمان و مجرمانی که حالا به کانون مراجعه میکنن بر اساس سن، نوع جرم، بعد دیگه بحث نوع جرم، یعنی سن میاد اول، جنسیت میاد، بعد سن میاد، بعد نوع جرم، و حالا سابقه ارتکاب جرم به یکی از این سه واحد هم تحویل داده میشه. یعنی که مثلا شخصی از ارتکاب به جرم داره، رفته دوباره یه جرم دیگه مرتکب شده، اومده، باز اینها هم طبقه بندی داره، برمیگردن اونا رو به همون سه بخش قبلی، یعنی بر اساس اینا که تقسیم شد برمیگرده به سه بخش قبلی، یعنی بحث نگهداری موقت و اصلاح تربیت و زندان. خب مهمترین حالا جرمایی هم که توی مدت کودکان توی این رنج سنی براشون رخ میده بیشتر بحث دزدیه، یعنی 70% جرایم برمیگرده به دزدی توی این سنی. و موارد حالا مثل حمل مواد مخدر، یا چون از کودکان خیلی از خانواده ها میان برای حمل مواد مخدر استفاده میکنن که میشه سوء استفاده از اونها، اینها دیگه مرتبه بعدی قرار میگیره، یا قتل والدین، یا حالا کودکانی که حالا منجر حالا بر اساس مسائل روحی روانی مرتکب یه سری حالا جرم ها میشن تقسیم بندی میشه. ولی 70% برمیگرده به سرقت، که در چند سال گذشته هم افزایش بیشتری داشته به خاطر حالا بحث مسائل اقتصادی که تو ایران هست و موبایل قاپی هایی که میشه، چون هم کودکان تر و فرسترن، هم سرعت بالاتری دارن و هم ریسک پذیرترن. یعنی یک کودک، صحبت از کودک 9-10 ساله نیست، من دارم میگم ارتکاب سن تا 18 ساله، یعنی کسی که زیر 18 ساله تو کانون اصلاح تربیت قرار میگیره، زندان نمیره. به خاطر همین وسیله بسیار مناسبیه برای حالا اون افراد بزرگتر و یا اون مالخرها و اون کسایی که برای دزدی از اینها سوء استفاده میکنن. و خب تاریخچه کانون اصلاح تربیت برمیگرده به سال 1347 که در دوران پهلوی بود، و خیلی از استانهای کشورم تا همین چندی پیش کانون اصلاح تربیت نداشتن و اگر کودک بود دچار جرمی میشد، حالا میفرستادن به استانهای اطراف و همسایه، یا اینکه فکر دیگه میکردن براش، و خیلیشون هم شاید
در زندان ها مکان هایی رو در نظر می گرفتن برای این کودکان، یعنی در زندان های بزرگ سالان یک فضای در نظر می گرفتن برای این کودکان که یه مدتی کلن اصلا بحث این کانون اصلاح طبیعت برداشته شد، دوباره از بعد از سال 57 به این ور اجرایی شد، مخصوص نگهداری کودکان هم به خاطر مسئله حقوق بشری بود و این خیلی ایران تو فضایی نبود که بخواد فاصله بذاره، شماش فرق نمی. خب من گفتم سه قسمت داشتیم، نگهداری موقت، اصلاح و تربیت و زندان. نگهداری موقت برای پذیرش حالا کودکان به ذکر که برای بار اول مرتکب جرم شدن، یا اینکه تایم کوتاهی رو باید در کانون باشن و یا اینکه جرمشون انقدر سنگین نیست که بخواد وارد بحث اصلاح و تربیت بشه. برای نگهداری موقتی با یک قرار کفالت یا یک وثیقه که براشون صادر میشه میرن به اون قسمت، حتی آخر هفته میتونن که به کنار خانواده برگردن. خب اینا این کودکان آسیب روی روانی کمتری میبینن. بعد برمیگردیم به بحث اصلاح و تربیت. اصلاح و تربیت واسه گروه بعدیه که در اونجا باید در خوابگاه بمونن و تایم بیشتری در زندان باید باشن. قاعدتا اینها باید و مرتکب جرم‌های مختلفی شدن. خب اینا باید آموزش ببینن و مشکلات روحی روانیشون، اخلاقیشون حل بشه و یا اینکه به یک اعتماد به نفسی برسن، یک عزت نفسی پیدا کنن. ببین من تک تک این کلماتی میگم بعدا میخوام در موردش ایراد وارد کنم. اعتماد به نفس یا عزت نفسی رو پیدا کنن که حالا بعدا مرتکب جرم نشن، یا اینکه حالا رابطه عاطفی باشون برقرار بشه که علاوه روحی روانی مشکلاتشون حل بشه. خب در این قسمت فعالیت‌های آموزشی مثل فرهنگی و آموزشی و فنی حرفه‌ای و اینها برای کودکان در نظر گرفته میشه و همچنین مددجویانی که کمک میکنن به این کودکان، که البته تعهدی وجود داره در خصوص این کودکان که با جلوتر به این موضوع میپردازم. و خب بس قسمت زندان کانونه. زندان کانون خب دیگه برمیگرده واسه مجرمینی که سنشون بالای 15 ساله، یعنی طرف یه جرمی رو مرتکب شده در سن 12 سالگی 5 سال بعد حبس بکشه میشه 17 سالش، نه زندان بزرگ سالان میتونه بره نه دیگه تو قسمت اصلاح تربیت میتونه بمونه. در خود کانون بخشی هست به نام بخش زندان که کودکی که به سن 15 سالگی میرسه و به بالاتر میره وارد اون قسمت میشه و خب قاضی کودکانی وجود داره یا همون قاضی اطفال بهش میگن، به موجب قانون نظر داره که حالا به خاطر بحث جلوگیری از فسادهای اخلاقی و فساد اخلاقی واسه کودکای دیگه پیش نیاد و مشکلاتی که حالا خودمون میدونیم، حالا مسائل جنسی پیش نیاد، اینها رو منتقل میکنه به بخش زندان و در اون بخش نگهداری میکنن. خب ولی تمام بحث حالا آموزش‌های تربیتی و اصلاحی و حالا فنی حرفه اینا در قسمت زندان کانون هم اجرا میشه. خب فقط نکته‌ای که داره، کودکی که وارد زندان میشه تعداد ملاقات‌هاش محدود میشه. ببینید ما در زندان ملاقات‌های متعددی رو داریم. زندان بزرگسالان طرف میتونه در هفته یک بار بره، یک هفته حالا خانوم ها میتونن برن دیدن عزیزانشون، یک هفته آقایون در زندان بزرگسالان. یعنی یک پدر اگر فرزندش در زندان باشه هر 15 روز یک بار میتونه بره ملاقاتش بکنه تلفنی از پشت شیشه، و یک مادرم همینجور. و اگر هم بخواد ملاقات حضوری بگیره باید بره از زندان وقت بگیره قاضی زندان، یا اینکه برد قاضی نامه بگیره بیاد و درخواست ملاقات حضوری بده، یا اینکه شخص که داخل زندان هست درخواست ملاقات حضوری بده اونم داخل دوباره فضای میشنن و دوتا صندلیشی که تو فیلم ها دیدیم، یا اینکه در یک فضای باز میشنن با هم صحبت میکنن همدیگر میبینن. ولی در خصوص کانونی به این شکل نیست. گفتم یه بخش کودکان میتونن با وثیقه آخر هفته برن خونه، خب کودکان زیر سن هستن، و یه بخش هم الان خدمتتون گفتم میتونن بچه ها ملاقات حضوری داشته باشن و هفته دو بار هم میتونن ملاقات داشته باشن. ولی در خصوص کودکانی که وارد بخش زندان میشن ملاقات ها محدودتر میشه. خب قاعدتا بچه به یک بار دچار یک مشکلات روحی روانی میشه دیگه، وقتی کمتر میبینه محدودتر میشه. خب این تا الان من پرداختم به خود ساختار حالا تاریخچه و ساختار کانون. اگه تا اینجا سوالی هست من در خدمتتون، نه که ادامه بدم. خیلی ممنون، بله توضیحاتتون کامل بود. من خودم نمیدونستم که ساختار کانون به این شکله و خیلی خوب بود این. فقط این که یک سوالی برام پیش اومد، شما گفتیم که ابتدا بر اساس تفکیک جنسیتیه، بعد بر اساس سنه و
بعد بر اساس نوع تخلف و جرمشونه، درسته؟ یعنی بله. تکرار، یعنی یک کودکی که مجرم بوده باشه و دچار مثلا دفعه دوم یا سومش باشه که به کانون اصلاح میاد، اینا یعنی جاهای مختلفی نگهداری میشن؟ نه ببینید، بر اساس جنسیت که گفتم کاملا جدان دختر پسر، بر اساس سنم که خدمتون گفتم، ولی در بر اساس جرم چون وارد اتاق ها و بند های مخصوصی دارن، تو اون بند کسی که مثال میزنم کارش موبایل قاپی بوده، نمیره در کنار کسی قرار بگیره که در اثر یک اتفاق یا در یا به خاطر جابجایی مواد دچار مشکل شده. تو اون قسمت اینها دسته‌بندی میشن. بیشترین در بندی این نوع جرم ها برمیگرده به بخش زندان کانون که دیگه بالای سن میرن و در زندان قرار میگیرن. من یک کودک 10 بارم داره کار دزدی میکنه، موبایل قاپی میکنه، داره سابقه دار میشه، همش باز میاد تو همون بخش زیر سن قرار میگیره و بخش موبایل قاپا فرقی نمیکنه. اینکه حالا داره میاد بره تو زندان، نه، تا به اون سن 15 سال نرسه نمیفرستنش بخش زندان، باز تو همون بخش اصلاح نگهش میدارن که روش کار کنن. و خب ببینید، تا زمانی که جامعه هست جرم هم هست دیگه. پس تا زمانی که جامعه هست و جرم وجود داره، موارد حالا تو ایران که چیزی اونها پیشگیری وجود نداره، یعنی اصلا ما اصلا من تا اینجا نخوندم که جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه قانونی رو وضع کرده باشن یا اجرا کرده باشن که پیشگیرانه باشه. بله. قوانینشون برخوردیه با حتی هم بحث حجاب، در خصوص حجاب اصلا من کاری به این ندارم که حجاب اجباری است یا نه، حتی همین حجابش باشه، اصلا ایران حجاب باشه، آیا سیستم آموزشی و پیشگیرانه درستی داشتن برای این موضوع؟ خیر، همش سیستم برخوردی داشتن، گشت ارشاد، بگیر، ببند، جریمه کن، بزن، بکش. در خصوص اون همینه. بله، حتی در نگاه کلی‌تر آقای پالوان، اگه بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، با توجه به عدم مدیریت و بی برنامه ریزی به این موضوع میرسیم که مسئولان کشور مدام دارن اصلا یه سری آمارها انگار با هم نمیخونه، حداقل تو ذهن من به این شکله که انقدر دارن تشویق میکنن که فرزند آوری داشته باشین، بعد از اون بعد یهو میای مواجه میشی، مثلا من چند روز پیش دیدم گفتن جمعیت ایران از 91 میلیون نفر عبور کرد و من واقعا شوکه شدم، گفتم این اصلا همخونی نداره. اینا تو یک ماه پیش داشتن میگفتن فرزند آوری داشته باشین، نرخ رشد کاهش پیدا کرده، چجوری میشه یهو بیان بگن که خب الان جمعیت ایران از 91 میلیون نفر عبور کرد؟ خب این طبیعتا که این جمعیت مردم ایرانی نیست، این حالا به دلیل هجوم غیر مجاز افغان‌هایی که وارد ایران میشن، ولی به هر حال این جمعیت الان در ایران وجود داره و این نیاز به قول شما نیاز به پیشگیری یا مثلا کنترل، برنامه ریزی و خیلی موارد دیگه داره. یعنی میگم بحث پیشگیری یا مثلا شما میگید وجود نداره، در نگاه کلی تر که بخوای نگاه کنی خیلی عمقی‌تر این موضوع. بفرمایید. دقیقاً، ببینید بحث پیشگیری اصلا وجود نداره دیگه. گویا ما تو ایران یاد گرفتیم اینقدر قند بخوریم تا مرض قند بگیریم بریم انسولین مصرف کنیم. هیچ وقت نگفتیم که آقا جایگزین قند چیه. خیلی کم تو فرهنگ غذایمون هست. همینا برو تو فرهنگ سیاست و نظام و همه چیمون تو ایران به همین شکله. و در حال مسئله که حالا به نظر من باید روانشناسان یا جامعه شناسان بهش بپردازن و قطعا در موردش باید تحقیق کنن. نکته هم که شما گفتید واقعا درست، رشد جمعیت 91 میلیون، بله، عمدش میبینیم که مهاجره افغانی هستن و خودشون براشون دارن سندیت میدن و از همون دارن برای برخورد با مردم استفاده میکنن. حالا که کجا ضرر این موضوع رو ببینن، طالبان یهو مثل خود افغانستان که یک زمانی از پاکستان هی مهاجرت میکنن شمال افغانستان، یه لحظه به خودشون من دیدن طالبان اون اتفاقشون گرفت، چه برای ایران اتفاق بیفته الله اعلم. ولی در هر حال حالا ما به موضوع خودم میپردازیم، بحث کانون. ببینید، کانون مرکز اصلاح و تربیت. عذرخواهی میکنم آقای پاروانه، من ببخشید وسط حرفتون، من به این نکته اشاره کردم که بگم که من یه جا خوندم که 30% از کودکانی که در کانون اصلاح و تربیت هستن افغانن، یعنی اتباع خارجی هن، ایرانی نیستن. 30% بله.
افرادی که توی کانون هستن، یا شما همین کودکان کار رو بخواییم بهش توجه کنید که حالا بخشی از جرم و جنایت ها باز برمیگرده به کودکان کار، بخشی از کودکان کار باز اتباع خارجی و افغان هستن. خب برای همین این موضوع رو مطرح کرده. حالا کودکان کار یه چیز جالب بهتون بگم، عمدهشون پاکستانی هست یا اندونزی میان، اینم در نظر بگیرید، خیلی هاشون اندونزی پاکستانی هست. ببینید اصلا به این موضوع برسم، ببینید تا سال 97 طبق آماری که خودشون داده بودن، انتظامان زندان داده بودن، خب حالا در سطح جهان میگفتن 35 تا 45 درصد، خب در کشورهای حالا در حال توسعه اینها بیش از 35 درصدشون خب به چرخه جون برمیگردن، یعنی در کل جهان. ببینید در کل جهان 35 درصد بچه‌هایی که آموزش می‌بینن در کنسل طبیعت دوباره به جرم برمیگردن. حالا تو این 35 درصد طبق چیزی که حالا کانون گفته، البته این تا سال 97 پس از آزادی 7 تا 12 درصدش برمیگرده به ایران، یعنی تو کل دنیا 35 درصد 7 تا 12 درصدش مخصوص ایرانه. خب این آمار خیلی بالاییه که از این 7 تا 12 درصد 30 درصدش اطباء هستن، یعنی میگم اطباء خارجی هستن، اطباء میشه دکتر، اطباء خارجی هستن. خب قطعا این تو سطح جامعه سرعت پیدا میکنه دیگه، ارتکاب به جرم دیگه. خب وقتی شما یک تبعی میاد نمیخوای آموزشش بدی، سیستم فرهنگی جامعه تو کار که تو آلمان میکنه، اول میاد زبانش رو یاد میده، بعد میاد فرهنگش و قانونش رو به تو میگه، بعد میگه اگه این کارو بکنی جرمه، این کارو بکنی اینجوریه، در مقابلت وای میسه آموزش، بعد سعی میکنه تو رو با کلمه ادغام به جامعه آموزش بده و وارد جامعه حالا فرهنگی و مدنی و کاری و آموزشیش بکنه. خب ایران در خصوص فرزندان خودش اینو نداره، ولی خب ما داریم میبینیم که این اتفاقات میفته. حالا من برمیگردم به بحث خود کانون، که خب تو 10 سال گذشته همین آماری هم که خدمتون گفتم رشد داشته، یعنی کانون اصلاح تر داره اینه که کودک بعدش به جرم بر نگرده. خب اولا داریم میبینیم که طبق آمار خودشون 7 تا 12 درصد تا سال 97 و بعد از اون رشد داشته که هنوز آماری در موردش اعلام نکردن که چند درصد به جرم برمیگرده. ولی چیزی که خود ما داریم میبینیم لمس میکنیم تو جامعه این اتفاق داره میفته. بچه یک موبایل قاپی کرده، برای خودن اتفاق افتاده بود، کودک زیر سن بود، یعنی هر کاری میکردیم اون قاضی زیر بار نمیرفت که اون جرم رو بریزه گردن اون، خود قاضی هم داشت کمکش میکرد. خب به هر حال این برمیگرده به جرم دیگه، چون شیرینه، ببینید درآمدش شیرینه، هیچ کاری نمیکنه، درسم که نمیخونه، هیچ فن و حرفه‌ای اونجا میده تو کانون، یه اصلاح تربیتی مدت جرمشو میکشه میاد بیرون دوباره شروع میکنه، پس برمیگرده به جرم. این آمار تو سالهای گذشته، تو سالهای حالا ما هستیم در جاری که هستیم، قطعا بیشتر هستش با توجه به فشار اقتصادی هم که الان تو ایران وجود داره. خب حالا ایراداتی به کانون وارده. ببینید من میگم حالا میشه گفت شدیدترین مجازاتی که کودکان هنوز در ایران داره اجرا میشه حکم اعدامه دیگه. ما الان کودکانی داریم در کانون که حکم اعدام دارن، طرف میاد چون زیر سنه میره در کانون تا سن 18 سالگی برسه، بعد تحویل زندان داده میشه برای اجرای حکم. خب این کودک هیچ امیدی به آیندهش نداره، پس عملا تو بخش موقت که نیست، تو اصلاح و تربیت هم نمی گنجه، چون هرچی بهش بگن نمیخواد، دوست نداره که بگیره، چون میدونه حکمش اعدامه، چی رو آموزش ببینه بیاد بیرون. در بخش زندان هم که قرار بگیره، خب تجربیاتش داره منتقل میکنه و انقدر لحاظ روحی روانی مشکل داره که سعی میکنه اونجا دوباره تو همونجا تخلف کنه، ضرب و شتم کنه، یا اینکه علاوه بر روح روانی به هم میرزه اون کودک. ببین اینا هیچ جایی نیست، ما این موارد رو چون رفته بودیم خودمون داخل اونجا چند جلسه و صحبت میکردیم، چند تا از این کودکان رو آوردیم باشون صحبت میکردیم، اینها رو من شنیدم و دیدم. خب کودک حکم اعدام داره، به قول خودش که میگفت من حتی امید، حتی اصلا ملاقات حضوری پدر مادرم هم هرچی کمتر باشه برام بهتره. گفتم چرا؟ میگفت خب کمتر میبینم، از ذهنم دیگه خارج میشم، اونا منو کمتر میبینن، از ذهنشون خارج میشم، تحملش برامون راحت تره. یعنی همین مسئله بسیار کوچیکی کودک علاوه روی روانی به هم میریزه دیگه. پس نمیشه
تو بحث اصلاح و تربیت بگیم، یعنی نوع جرم خیلی مهمه، دستت که تو رده بندی اینها میاد تو بخش دوم قرار میگیره، اول سن رو در نظر میگیرن بعد جرم و بعد. خب اینها همه مسائلیه که تاثیر میذاره. فضای کانون اصلاح و تربیت طبق برداشتی که خود من کردم یک فضای کاملا پادگانیه. چرا؟ ببینید، در ابتدا علاوز جنسی جدا میکنن، بعد سنی، بعد نوع جرم. مثل آدمی که وارد خدمت شده، اول تحصیل کرده میشه سرباز صفر، بعد دیپلمه، بعد لیسانس، بعد فوق لیسانس، بعد درجه میدن، بعد از درجه واحدا رو تقسیم میکنن. این هم همینه. خب یک کودک اومده تو یک سنی ناخواسته وارد یک فضای بازدارنده شده، فضای بازدارنده ای که اصلا توجه به نیازهای اون کودک نمیکنه، حتی اگر تو دوران موقت یا کوتاه باشه. خب کودک شوق داره، انگیزه داره، اشتیاق داره، ولو اینکه قتل کرده باشه، ولو اینکه دزدی کرده باشه. 90% دزدی به خاطر سیر کردن شکمشون بود، هیچ کدوم از روی عشق دزدی نمیکنن که. و اگر نیمه مطالب قدیم نیمه میگن اگر جای دزدی شد سوال کنید، دزدی طرف به خاطر شکمش بوده، برید دست حاکم شهر رو بزنید که کاری کرده مردم جو زندگی میکنن که گرسنه باشن دزدی کنن. اگر نه از روی عادت و عشق و علاقه و اینو شغل میدونه، دست خودشو بزنید. شما 90% این کودک رو میپرسید چون دوست نداشتن دزدی کنن، همشون میگفتن، همشون بچه های پایین، پدران معتاد، نیازمند جامعه، هیچ کنون سطح متوسط نبودن. خب پس این فضای پادگانی خودش یکی از بزرگترین ایراداتی که میشه به کانون اصلاح تربیت وارد کرد. خب فضای نامناسب موجودی که در کانون وجود داره برای و تنبیهاتی که اجرا میشه. خب یک فضای پادگانی داره، تنبیهاتی که ایجاد میشه. مثلا در اونجا یک کودک بود، ما میگفتش که من اینو حتی تو یکی از مقالات تو اینترنت هم خوندم که یکی بهش اشاره کرده بود، حالا نمیدونم ایشون کی بود، ولی خب ما خودمون تو اونجا کودک برام خاطر تفکر. یک صندلی دارن اینها، بهش میگن صندلی فکر. اگر کودکی یک خطایی رو بکنه تو زندان که برخلاف مقررات کانون باشه، باید بره 1 ساعت تا 2 ساعت بنا به خلاف کرده اون صندلی بشینه و فکر کنه. ولی اون صندلی کجاست؟ مرکز کانون و همه میبیننش. خب چه فشاری روحی روانی تو اون 1 ساعت اون بچه میاد؟ کلن عزت نفسش هم بمیره دیگه. غیر از اینه همه با انگوش نشون میدن این رو دوبار سه بار که بهش همین ای بابا این که این کار است به خوردش میره، من اینجوریم و ناخواسته یک ساختار غلطی دوباره تو خود بچه شکل میگیره و میبینه تای تنبیش هم یه صندلیه که نشسته دیگه، رو هم شده دیگه، همه میبینن و میشناسنش و میگن که خب این کارو کرده. خب خیلی از موارد ما میبینیم که ما تو مدارسمون دارن معلم با خوشنط برخورد میکنن. ما که رفتیم بعد تحقیق تو کانو میدونیم خیلی از کودکان از این موضوع مینالن که آقا مسئولین اینجا یا مددکارای اینجا با ما با خوشنط رفتار میکنن و محیط اینجا اصلا محیط کودکانه ای نیست، دیوارها سنگی میله داره، یعنی باز تداعی یک شرایط زندانه، یعنی یک محیط سفت و سخته. شما تو خونه آکواریوم داشته باشی، آکواریوم کوچیک، ماهی رو تو تنگ بذاری یه زیبایی داره، ولی ماهی محدود میشه به همون تنگ. ماهی که توی تنگ هست عادت میکنه به گرد شنا کردن، به دایره شنا کردن یا جلو عقب رفتن تا یه فاصله خاصی. شما بعد 3 ماه این ماهی رو بردار بنداز توی آکواریوم بزرگ، تا همون فضا میره برمیگرده یا دور خودش تو آکواریوم میچرخه. اینا تست هایی که انجام شده ها. حالا یک کودک فکر کنید با این ذهنیت یادگیرنده توی همچین فضایی قرار بگیره. خب من اجازه دارم تا اینجا چند تا موضوعی رو که شما اشاره کردین تا بحث وارد بحث دیگه نشدیم بهتون اضافه کنم. یکی این که شما راجع به تفهیم قوانین گفتین، اگه دقت کنین تو کشور ما ایران نه تنها که یعنی در واقع تفهیم قوانین اونقدی صورت نمیگیره، حتی با توجه به اینکه همون قوانینی که حالا ما میگیم بر پایه اسلامه و خیلی موارد نقض حقوق بشر زیادی داره،
گاهن خیلی از این بچه ها از عواقبی که در پی ارتکاب جرمی که دارن انجام میدن ناآگاهن، نمیدونن یا تحت تاثیر کسایی که حالا تحریکشون میکنن که این کار رو انجام بدن، چیزی نمیشه، اتفاقی نمیفته، برو انجام بده. در واقع موارد مذهبی، مبانی مذهبی خیلی بیشتر در بطن جامعه جریان داره. یعنی یک بچه میدونه چی حلاله، چی حرومه، چه کاری ثواب داره، چه کاری گناه داره. شاید همون بچه بدونه که مثلا دزدی کردن گناه داره، ولی نمیدونه که ارتکاب این کار در پی در قانون، در دیدگاه قانون چه مجازاتی رو میتونه براش در پی داشته باشه و آیندهش رو چقدر تحت تاثیر قرار بده. این یک موضوع. موضوع دیگه که گفتیم کانون اصلاح و تربیت شبیه پادگانه. خب اون که کانون اصلاح و تربیته، ما بخش آموزشی جامعهمون هم شبیه پادگانه. ما ببینید ایراد خیلی پایه‌ای‌تره آقای پالوان، دیگه به هر حال خودتون بیشتر از من در جریان. بخش آموزش ما از پادگان شرایطش فجیع‌تره، اصلا همون تفکیک جنسیتی یا نمیدونم که ما حتی سر کلاس زبان بودیم، من خیلی برام تعجب بود که ایران که اینقدر مثلا سنگ کشور سوریه رو به سینه میزنه، بچه هایی که سوری بودن میگفتن نه ما تو مدرسه همون مختلطه، بعد ما گفتیم نه ما کیندرگارتن مختلطه، بعد میریم یونیورسیته. اصلا یعنی میخوام بهتون بگم که خیلی، یعنی اون بحثی که میگیم پادگانی، خب اون که میگیم حالا کانون اصلاح و تربیت، ما بخش آموزشیمون هم به همین شکل متاسفانه. و همین این دوتا موضوعی بود که من میخواستم. بعد سوال دیگه ای که هست، حالا حتما به این بحث میرسیم، اینه که خب چه تدابیری رو میاندیشن برای بچه ها تو کانون اصلاح و تربیت؟ به هر حال بچه ها از یه انرژی خاصی برخوردارن و حالا نیاز به یک سری آموزش ها دارن. اصلا چه اتفاق مثبتی اصلا میشه اتفاق مثبتی پیدا کرد؟ اصلا اتفاق یکی از بندهای ایراد کانون اصلاح تربیت همین موضوعه. خب ببینید، من الان داشتم میپرداختم به تک تک مشکلاتی که داره. خب بحث پادگانیش رو گفتم. یکی دیگه مشکلات تبعیض قائل شدنه. ببینید، بالاخره یه مددکار میاد یهو ناخواسته از یه کودکی خوشش میاد. هیچ سیستم تو همه ما ایرانی ها هست. ببینید، شما در آلمان یک معلم به یک مهاجر یا یک بچه آموزش میده، همه رو به چشم میده، آلمانی غیر آلمانی همه چی. من بچه خودم واسه مشکلی پیش اومد تو مدرسه همینجا، و وقتی مراجعه کردیم مثلا معلم کامل در جریان بود و طرف مقابلش سه تا آلمانی بودن و سه تا آلمانی رو تنبیه کرده بود، یعنی تنبیهی که در نظر گرفته برای اونا بود و میگفت که به من به اثبات رسیدم که پسر شما اصلا مقصر نبوده، کسی بوده که دیده این موضوع رو. آیا در ایران ما اینجوری؟ خیلی. و همین تبعیض خودش باعث میشه بالاخره ببینید کودک ما، همون بچه داریم دور از جنای بچه های ما، کودک دیگه 10 ساله به بعد یه سری حتی بین کاربرداری و بچگی تفاوت رو احساس کافی تو مثلا بچه کوچیکی خودت لطف بیشتر میکنه، چون کوچیک‌تره بزرگتره یه جوری دیگه میاد جبرانش میکنه، این فرق رو میفهمه. خب ما میبینیم که با پذیرش سنی حالا 12 سال تا 18 سال حالا تمامی که در نظر میگیرن اینا، این تفاوت وجود داره، گاهن این اختلاف پیش میاد و خود این باعث این میشه که بچه تو دل خودت کودکی من تو دلم دارم به فلان مدرکو فوش میدم. تو رستوران غذا خواسته بود بهش نداده بودن، از آشپز بدش اومده بود، تو ذهنش اینو پرورنده بود که یه روزی من از اینجا مرخص بشم برم. ببینید که با یکی از دوستام که موتور داره اینجا وای میسم با سنگ میزنم تو سر این میرم، یعنی همون کانون اصلاح تربیت داره برعکس عمل میکنه، طرف داره برای خودش سیستم انتقام جویی میچینه که من اگه اومدم ببینم این انتقامو میگیرم، این رفتارو میکنه. خب ببینید، و بحث بعدی حالا دوری از خانواده است. برای یک کودک همیشه شاید چه یک ماه یک کودکش پدر مادر باشه، یک بارم نگی منو نوازش کن، ولی یهو یه لحظه دلش بکشه یک روز در ماه بیاد بگه منو نوازش کن، اون لحظه دلش بخواد نوازش ببینه. ولی شما محدودی به ساعت‌های ملاقات، شاید اون لحظه که شما داری میری کودک تو ملاقات بکنی حالت روح روانی تو جایگاهی نباشه که شما حتی نیاز نوازش شما باشه. این دوری خانواده به کودک آسیب میزنه و هیچ کدوم از این
کودک‌ها برخلاف اون چیزی که گفته میشه باید علاوه روانشناسی روانشناخت روی اینا کار بشه و مسئله بزهکاریشون رو در نظر بگیریم، جرمی که مرتکب شدن و آموزش ببینن، اصلا به این مورد نمیپردازن و مشکلات روحی روانی خیلی زیادی برای بچه‌ها پیش میاد. چون بچه اصلا ببینید بچه‌ها درک تبعیض و نابرابری رو دارن، قشنگ ترازون قشنگ به لحظه تشخیص میدن. خب همین زمین ساز مشکلات روحی روانی میشه برای بچه دیگه و بعدش همین عامل باعث تولید خشونت میشه. یعنی طرف تو جامعه یک جرمی مرتکب شده، اومده اونجا آموزش ببینه که خشن نشه، خشونت نبینه، ولی شخصیت اجتماعی که در اونجا براش شکل میگیره دوباره داره به سمت خشونت. مثلا صرف از نگهداری فرزند یا کودکان تربیت، حتی بحث اون اصلاح آموزش میان آموزش ها رو تو شرط خاص قرار میدن. اصلا یه شخص دلش نمیخواد آموزش ببینه، دلش میخواد فقط مطالعه کنه، مجبورش میکنن سر کلاس فلان بشینه، اصلا براش مهم نیست. و تازه مسیر رو برعکس میره، همون حرفی که شما دارید میزنید، نه باید این آموزش فنی حرفه ای، نه خیلیشون آموزش میدن به جامعه برگردن. حالا تو قوانین دارن که آقا یه سری شاید درس میخوندن در حین تحصیل بودن، تو رده تحصیلشون، تو رده سنیشون بهشون آموزش داده بشه، حتی بعضیشون رو برای امتحانات آماده میکنن، سر مورد امتحان میدن تو مدرسه امتحان میدن برمیگردن. خب ولی آموزشی که میبینن اصلا آموزش واقعی نیست. چرا؟ چون دارن یک محیط خیلی خاص آموزش میبینن. ببین شما توی محیط قرار گرفتی که همه مجرمن، همه مجرمن، فرقی نمیکنه. و حتی تو اون محیط قرار میگیره میخواد شما درس خوندن، یه کودک دیگه که علاقه به درس نداره، نمیخونه، خانواده ای نداشته که حمایت کنه درس خونه، میاد بهم میگه بابا برو این چه کاری تو میکنی. ببین شما باید با این بچه‌ها روبرو شده باشید و نوع صحبت کردنشون رو ببینی. خیلی هاشون از خیلی از این حالا الواتهای سطح پایینم سخیف‌تر صحبت میکنن. یعنی یه مرد میبینی 40 ساله صحبت میکنه، خیلی هاشون تجربیاتی دارن. به هر حال خب این نوع گفتار در واقع یه جور بزرگنمایی کاذبش، مثلا همون در واقع استعاره خیابونیش حالت گندلات بودن یا تحصیلات اینا دیگه، سنشون کمه، از تو گفتار سعی میکنن اینو بروز بدن. جالبه که تو کانون میان اونی که از همه سنگین تر برخورد، اونی که از همه چیز تره رو میکنن ارشد اونجا. چرا؟ چون میگن میتونه مبارزه کنه با بقیه، اون هم میره تیم درست میکنه برای خودش و همون سیستمی که تو زندان ها هست اونجا هم هست. چرا؟ چون اون بچه‌ای که داره لاتوار صحبت میکنه یا به این شرط داشته تو یک خانواده با این شکل ساختار شکل گرفته، از پدرانش یاد گرفته این موضوع رو. حالا چه جالبه، ما برای تحقیق به اینایی که نامه دادیم گفتیم یه انشا بنویسید برای چیزی که دوست دارید. یکی از اونها میگفت آرزوهاتونو بنویسید. یکیشون آرزوش این بود که به یه پولی برسه که بتونه داروهای مادرش رو بخره. یکی دیگرشون آرزوش این بود که انقدر پول جمع کنه که یک ماشین کنترلی بخره. یا یکی از اونها در سن 14 سالگی آرزوش سفر به شمال بود. یا یکی از اونها که برای خود من خیلی سخت بود این موضوع، آرزوش این بود که بتونه یه پولی جمع کنه و بده به پدرش که پدرش اجازه بده به خواهرش رو که فروخته بود به خانواده دیگه به خاطر اعتیاد بتونه بره خواهرش ببینه. نمیدونست خواهرش کجاست، فقط پدره میدونه خواهر کجاست. ببینید تمام فقر ریشه بله در فقر. این تازه خیلی خوبه آقای پالمان، اون ویدیویی که وایرال شده بود توی فضای مجازی که دیده باشین، کودک کارک میگفت من اصلا آرزو چیه، ازش پرسیدن آرزو چیه، گفت اصلا آرزو چیه، نمیدونست حتی آرزو کردن چیه. آب شسته رفته تر بودن میدونستن آرزو چیه. خب ببینید یکی از دوستان خانم عزیزه سوال کرده آیا در قانون اساسی یا حکومت قوانینی وجود داره که بتونه سیستمی کشور، در قانون اساسی خیر، همش در قوانین اجرایی سازمان زندان ها یا قوانین ما، اصلا تو بحث کانون اصلاح طبیعت چی تو قانون اساسی نداریم. فقط قوای مقننه ما یک قانون رو مصوب کرده که باید اینها جدا از زندان ها باشن و در یک قانونی به نام قانون اصلاح طبیعت باشن.
به جزئیاتش نپرداخته، جزئیاتش رو در اختیار قوه قضاییه گذاشته، قوه قضاییه به سازمان زندان ها سپرده و اینا یه سری آیین‌نامه های اجرایی نوشتن که طبق این آیین‌نامه باید رفتار بشه. مثلا ماده 13 آیین‌نامه زندان ها میگه که حالا هر واحد امور قضایی که حالا وجود داره، یعنی تو هر کانون یک واحد امور قضایی وجود داره، خب که باید یک فهرستی از مددجویان داشته باشه که این کودکان بعد از آزادی باید تحت حمایت این مددجویان قرار بگیرن. مسئله بسیار مهمی که کانون باید بهش بپردازه همینه، چون کودک در شرایطی اونجا هست، تو اون شرایط قرار گرفته، حالا داره از زندان خارج میشه. یک مددجوی، یک حامی خانواده باید وجود داشته باشه که بتونه به اینها کمک بکنه و این کودک رو نباید رها کنه. چرا؟ چون از یک مرحله بازپروری خارج شده، یک سری تجربیات منفی داره، یک سری چیزهای مثبت هم یاد گرفته، باید مددجو بیاد روی موضوعات کار بکنه و اینو از اون فضا خارج بکنه. در نوشته این قانون رو داریم، در عمل اجرایی تا یک هفته 10 روز 15 روز داریم، ولی بعدش نداریم، چون با حجمی از جرم، آزادی و تعداد کم مددجو روبرو هستیم. در عمل چنین زیرساخت حمایتی برای اطفال فراهم نمی باشد در ایران. خب نکته مهمی که در کانون هست یادگیری جرمه که آقای یکی از دوستان جلوتر بهش پرداخته بود، آقای اشتباه نکنم سنگری گفته بود، حالا جرم های دیگری هم آشنا میشن. بله، کودک رفته اونجا با تجربیات مجرمانه دیگه هم آشنا میشه و اصلا خودش یک منبع تولید کننده جرم و مجرمیت تبدیل شده کانون اصلاح تربیت، چون که جدا بهش پرداختن بر اساس جرم جدا میکنن، ولی همشون شاید توی حالا کوریدور باشن یا توی بند باشن. معاشرت اطفال با یکدیگر از طبقات خانوادگی مختلف، مثلا یه کودک اونجا بود، خانواده مرفعی هم داشت، یعنی نبود که بگم همم فقیر بودن، از یه سطح متوسط رو به بالای برخورد، ولی خب با پسر خالش شوخی میکرده، داشتن بازی میکردن، حالا یا دعوا یا بازی در سر هل دادن باعث شده بود که پسر خالش فوت بکنه و خب خانواده خاله گذشت نمیکردن از این موضوع، البته که شوهر خاله رضایت نمیداده. خب خب این بچه در انتظار اعدام بود و خانواده، اصلا چه وقت میشستی با این بچه صاحبی هم لحاظ ادبی، فرهنگی، تحصیلاتی، واقعا عالی. حالا ما بعدش دنبالش داشت، شما یه تحقیقات کوچیکی بود در یک تایم کوتاهی اینا رو انجام دادیم، ولی خب اینا مواردی بود که اونجا مشاهده میکردیم ما. لحاظ روحی روانی داغون در محیط قرار گرفته بود که برای ما از جرمهایی میگفت اونجا، یعنی این از جرم بقیه میگفت، خب یاد گرفته اونجا دیگه، دیده شنیده، بچه که توی یک ساختار دیگه ای بوده، در اصلی که اتفاق رفته اونجا اصلا نمیدونست جرم چیه و همون موقع هم که اونجا بود هنوز از دستفند میترسید. خب اینا باید تحت درمان قرار بگیرن، ولی اون که رضایت هم بدن آزاد بشن دیگه، این کودک کودک قدیم نمیشه. ببینید در سیستم آموزشی ما به نظر من به جایی که مسئله اول دبستان اصلا دوم سوم دبستان اجتماعی داشته باشیم و اینجور مسئله داشته باشیم، باید بیانین قوانین آموزش بدن که آقا یه همچین مرکزی با این شرایط اگر شما مرتکب جرم بشید تو این محیط ها قرار میگیرید و از این محیط عزیز مدرسه یا از این محیط جامعه خارج میشید. ولی بچه ها در ایران جرم مرتکب میشن، تازه میرن با اون محیط آشنا میشن، بعد میگن اه تای جرم من این بود، این که خیلی خوبه، اون ترس دیگه وجود نداره و چون رفتن داخل اون اینو دیدن، یه سری اومدن تجربه چون انتقال دادن، اون کسی هم که خواهد جرم بکنه با خیلی راحت جرم میکنه. ببینید یه کسی که از خود من موبایل دزدی بود در دادگاه بهش گفتش، به خود من بهش گفتم که چرا این کار کردی، تو فقط بگو چرا این کار کردی من میگذرم، چون کلا پول موبایل من مثلا اون موقع 5 میلیون تومانه، من همین الان که تو از من زدی دو روزم ازش گذشت و اینه، من رفتم این موبایل یه خریدم همین قیمت، ولی بگو چرا این کار کردی. به من گفتش که خیلی راحت ها، گفت ما یه گروهیم کار میکنیم، هم همین سنیم، فقط ارشد اون بزرگتره که میدیم اون برامو میفروشه و تو هیچ کاری نمیتونی با من بکنی، چون من زیر سنم تو کانون هستم، تا 18 سال هم نشی جرمی برای من نمیبرن. اینو کجا یاد گرفته این بچه؟ همین کانون یاد گرفته دیگه.
یا از دوستش یاد گرفته که مجرم بوده. اشکال کار کجاست؟ اون مددجو است که بعدش نیومده اون کودکی که بار اول مجرم بوده رو آموزش بده و پیگیری کنه در آغوش خانواده. خب پس بحث آموزش الان. آموزش‌های اجباری که داخل کانون دارن. اصلا بچه رو فراری میکنه. همون موردی که شما بهش پرداختی. اصلا نمیپردازن به علایق بچه ها که چیه. یه سری کلاس‌های گروهی گذاشتن. هر که حکم دوست داشته باشه انتخاب میکنه میره و کودک ها رو ناچار به خاطر اینکه بخشون به بتالت نگذاری میرن میشنن سر کلاس و همونجا با هم دیگه مبادله میکنن جرم های مختلف و تجربیات مختلف و آموزش میبینن میان بیرون. پس عملا اون اصلاح تربیت فقط یک اسمه و میبینیم که مثلا قانون هم بهش نپرداخته، فقط آیین‌نامه های قضایی یا ماده هایی هستش که تو قوانین قضایی و آیین دادرسی قرار گرفته و این موضوعات میپردازه. باز من در خدمتتون هستم اگه سوالی هست تا اینجا. خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات کاملتون آقای پالوانه. بله متاسفانه سازماندهی حداقل حالا مثلا به بخش زندان ها که حالا روی سن هستن کار ندارن، ولی کودکان زیر سن چه جوریه؟ من همیشه این برام سواله که چه جوریه که یک سری افراد به راحتی میتونن این بچه‌ها رو سازماندهی کنن برای جرم و جنایت، دزدی، نمیدونم کیف قاپی یا مسائل این چنینی، بعد دولت نمیتونه مثلا در راستای مفید بودن برای جامعه و برای خود اون فرد این کودکان رو سازماندهی کنه بر اساس علاقهشون به راحتی میشه اون چیزی که دوست دارن آموزش ببینن بعد از زندان پیگیری کنن. شما باشه جرمی قرار نیست به یا مثلا جرم قرار نیست به ولی تا یک سال یا دو سال باید مثلا تو فلان کارخونه کار کنی، باید درآمدزایی داشته باشی، باید در این موردی که آموزش دیدی یا علاقت بوده بری فلان جا کار کنی و نظارت باشه بر روی کار کردش. و من فکر میکنم نمیدونم که چرا واقعا این خلأ وجود داره، واقعا سازمان چجوریه که برای یه جرم و جنایت به این راحتی دارن سازماندهی میکنن. ولی ببینید اینا دقیقا اکثرا که خب از ساختار خانوادگی برخوردارن. خب و اگر هم وقتی رجوع بکنیم میبینیم اون کسی که اومد اینها رو سازماندهی کرده خودش جز بده افرادی هستش که از بچگی تو کانون اصلاح تربیت بوده و بعدش زندان رو تجربه کرده و همچنان داره این مسیر رو ادامه میده و یک مجرمی هستش که سابقه داره. بعد اون میاد تجربیات کانون رو به اینا انتقال میده. خیلی راحت به جایی که اون مددکاره بعد از آزادی یک کودک که همین آدمی باشه که الان اومده یک گروهی رو سازماندهی کرده، بالاخره یه روزی اونجا بوده دیگه. خب اون مددکاره اگه اینو رها نمی‌کرده، آموزش میداده و مسیر زندگی رو تا یک سال جلو می‌برده، اون تو اون ساختار شکل می‌گرفت و مسیر ادامه می‌داده. ولی چون اومده رها شده دوباره برگشته به اون ساختار، دوباره تجربه دیگه، پولش هم شیرین بوده دیگه، میاد گروه سازماندهی می‌کنه و تجربیاتش رو به اون کودکان منتقل می‌کنه. کودک هم ذهن قوی برای یادگیری داره. شما هر چی بگی یاد می‌گیره. حالا می‌خوای بهش چی یاد بده؟ می‌خوای کلام قرآن یاد بده؟ می‌خوای قانون یاد بده؟ اون لحظه اون ضبطش می‌کنه، تموم میشه میره. بله. قطعا راحت میتونه سازماندهی بکنه دیگه. اتفاقا سازماندهی کردن کودکان راحت ترین کاره. ما همیشه دغدغه‌مون اینه که وای من تو خونه نمیتونم یه بچه‌مو نگه دارم، چطور یه معلم تو کلاس درس میتونه 20 تا اینا رو با هم مدیریت کنه؟ اتفاقا سازماندهی بچه‌ها راحت‌تره، فقط کافیه شما بلد باشی. اونها بلد شدن، یاد گرفتن چطوری سازماندهی بکنن، چطوری جرم مرتکب بشن، چطوری جرمو هدایت بکنن. ببین اون کسی گوشی از نظر بود همه چی میدونست، به من داشت رسما میگفت تو نمیتونی کاری بکنی چون من تا سن 18 سالگی مجرم نیستم. بعد خب البته که آقای پالوان سازماندهی باید ببینیم سازماندهی بر چه اساسیه. قطعا کودکانی که به این شکل برای مثلا جرم و جنایت سازماندهی میشن اساس کار بر اساس خشونته. خب وقتی اساس کار بر اساس خشونت و ترس بوده باشه، خب طبیعتا شاید نتیجه بهتری بده. ولی یه وقتایی هم خب در واقع دولت و قانون اصلاح تربیت باید نقطه مقابلش قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی سازماندهیش باید بر اساس علاقه و درآمدزایی و
اون ریشه یابی ها دیگه. حالا مثلا این کودک از سر فقر رفته دزدی کرده، این کودک از سر ناچاری این کار رو انجام داده، بر اساس علاقهش در مسیر درست قرارش بدن، یعنی مثلا در مسیر توانمندسازی و کسب درآمد، ولی این اتفاق صورت نمیگیره متاسفانه. نکته بعدی هم که هستش اینکه دولت بهش نمیپردازه. ببینید آرزو جالبتر به شما بگم، کودکی که زیر سن هست و سن 18 سالگی مرتکب جرم میشه براش سابقه محسوب نمیشه و این سوالی بود که من داشتم و کودکی که تا زیر 18 و در کانون اصلاح تربیت قرار میگیره اصلا شما از سوء پیشینه که بگیرید، یعنی عدم سوء پیشینه بخواد بگیرید، سوء پیشینه ای نداره. این عاملیه که خیلی از این کتا که سازماندهی میکنن میان سمت این موضوع. خب کودکم خیلی شاید که سوء پیشینه نخواهد داره. و نکته بعدی که خیلی اساسیه که خوشنود که شما بهش اشاره میکنی از فرق در میاد دیگه. آدم ها بر اساس نیازشون میرن یک خلافی رو میکنن. اگه نیاز نداشته باشن هیچ کودکی نمیره خلاف کنه. و نکته بعدی قوانین پیشگیرانه است که ما نداریم. آموزشه که ما نداریم. و نکته مهمتر پذیرش جامعه است. ببینید جامعه ما آمادگی پذیرش این کودکان رو در جامعه نداره. درسته ما سوء پیشینه نداریم، ولی خب طرف وقتی بخواد بره یه جایی هم کار بکنه اطرافیانی داره، یا بالاخره دهان به دهان میگرده کودک فلانی نه بلش کنی، یا بچه فلانی میخواد بیاد پیش رو کار بکنه نه نیارش، خیلی کمتر پیش میاد. فقط من یه مورد بود که اونجا باش آشنا شدیم، یه کودکی بود که توی به حساب اونجا کانون اصلاح تربیت، حالا اسمشو نمیارم چون بعدها شده که کسی که خیلی به ما تو بحث تعمیرات حالا کامپیوتر و موبایل اینا کمک میکرد، ایشون اونجا آموزش دیده بود دقاطر علاقی هم که داشت و خب مرتکب جرمی شده بود، در سن 14 سالگی رفت تو کانون اصلاح تربیت و 16 سالگی خارج شده بود و بعد از اون ادامه داده بود آموزش هاشو. در اونجا تو بحث الکترونیک آموزش دیده بود و بحث تعمیرات و حالا اونجا تعمیرات لوازم خانگی بهش آموزش داده بودن، ولی این بعدش اومد بیرون رفته بود دوره های علاقه منش بود، دوره های حالا تعمیرات موبایل دیده بود و تو خیابون جمهوری یک دکه خیلی کوچیکی داد و خودش شروع به کار کرد و خیلی هم زندگی خوبی رو داشت. یعنی میگفتن که اونجا دنی جزو کسایی بود که مثال میدادن برای بچه ها، که ما این مثال رو جلس که رفتیم با این من خود صحبت کردیم دقیقا همین مسئله اشاره میکرد. میگفت چند نفر مثل من هستن که اینجوری باشن؟ میگفت 90% اونایی که اونطور اصلا امیدی ندارن، کمتر پیش میاد مثل من باشن که مثلا علاقه من بشن و منم خود چون مسیر زندگیمو تونستم پیدا بکنم، شاید به قول خودش میگه شاید عقلم بیشتر از سنم بود من. و متاسفانه برمیگردی به بحث آموزش، کانون اصلاح تربیت عملا یه جور مرکز آموزشه و ایران کلا تو بحث آموزش داره رنج میبره. ما آموزش رو همونجور که شما گفتید نه در ساختار آموزش پرورش نداریم، در کانون اصلاح تربیت هم نداریم و فقط بر اساس اون قانونی که حالا مصوب کردن، در قانون اساسی اینا گفتن که باید جدا باشن از هم، اومدن یه جدا سازی انجام دادن، وگرنه هیچ دورنگاهی و هیچ آینده نگری برای کودکانی که داخل قانون هستن وجود نداره. و درصد کم مددکارهای اجتماعی، تعداد کمشون، حقوقهای پایینی که دارن اصلا دلسوزانه نیست، مسئولان اونها مسئولانی که استفاده میشه مسئولان دلسوز و یا مسئولان نیستن که آموزش های روانشناختی روانشناسی دیده باشن، همکنون از یک سیستم قضایی و یا یک سیستم نظامی هستن و اینها مسائلی هستش که تحت تاثیر قرار میذاره و روحیه بچه رو خراب کنه چون در یک محیط خشن قرار گرفته. بله متاسفم. خیلی ممنون از موضوع خوبی که انتخاب کردین و توضیحات خوب تری که دادین، هرچند که توضیحاتتون بخش زیادی از توضیحاتتون تجربی بود و این خب خیلی بیشتر اون موضوع انتقال میده. حرفی سخن دیگه ای نمونده آقای پالوانه؟ نه، فقط امیدوارم روزی برسته که جلساتی داشته باشیم بشینیم صحبت کنیم که بگیم این موارد حقوق بشر در ایران رعایت شده، ما سیتا ماده رو داریم و الان خوشحال هستیم که
داریم در مورد مسائلی صحبت میکنیم که وجود نداره. بشینیم بگیم کانون ارشاد تربیتی بود در ایران، زندانی بود در ایران و اینها رو بگیم. و باز هم من به تمام خانواده های دادخواه و داغدار تسلیت میگم، شهریور ماه هست و امیدوارم که روزی برسه هر کدوم به داد حالا اون دادخواهی خودشون و به همون بسته حالا حقهایی که وجود داره در حقوق بشر برسن و یکیش همون بسته حق حالا داشتن وکیل، حق اعتراض، تمام اینها و حق شکایت، تمام اینها بهش برسن و خانواده دادخواه بتونن به اون اهدافشون برسن. سپاس از شما که این وقت در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که چنین روزی رو ببینیم. ما هم همینطور. خیلی ممنونیم از شما و همه عزیزانی که در این جلسه شرکت کرده بودن و همه عزیزانی که در آینده این لایو رو به صورت سیو یا آرشیو خواهند دید. امروز شنبه 24 آگوست 2024 مصادف با سوم شهریور ماه 1403 از کمیته کودک و نوجوان در خدمت شما عزیزان بودیم. من نسرین جهانی گلشهر مسئول جلسه، میهمان برنامه‌مون جناب آقای امیر پالوانه و همینطور تشکر میکنیم از سرکار خانم کوثر ولیزاده به عنوان منشی جلسه. خیلی ممنونیم از همراهی همه شما عزیزان. جلسه رو در ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی به پایان میرسونیم. خیلی ممنون. خدا نگهدار. شما هم همینطور. Thank you.